سلام دوستان، خوش اومد به ویدیو دیگه. اینجا چنل مستیکی محمد هستم. اینجا تست و بررسی انواع قفل‌ها براتون می‌ذاریم، به اضافه روش باز شدنشون بدون کلید و کلی آموزش‌های کاربردی برای تعمیرات قفل‌ها و بالا بردن امنیت و کیفیت و روان کردن کارکردشون. امروز قفلی که دیروز از وسط دو شقش کردیم و آوردیم که روش سوراخ کردن، روش یعنی باز کردن از طریق تخریب با دریل رو بتون آموزش بدیم. این الان کلید خودشه، قفل همه ساچماش داخلشه، وسط عقب جلو هیچ جوره نمیچرخه هیچ جا و 5 تا ساچمه داره. خواهیم بریم ببینیم اگه قرار باشه با دریل اینو بازش کنیم باید کجاش دریل بخوره، کجاش سوراخ بشه که قابلیت باز شدن رو به ما بده. اول از همه یه تیکش رو بر میداریم، میبندیم به گیره. اصولا هم هر جای نگاه کرده باشید مغزی اینجوری روی در قرار میگیره، توی حالا 99.9% اوقات مغزی اینجوری وای میسته. حالا ما باید چیکار کنیم؟ اول از همه نیاز داریم به دریلمون. بعد نیاز داریم به مته. یه مته 3.4 اولش عالیه. یه همچی مته میبندیم روی دریلمون تا جایی که به ما اجازه بده محکمش میکنیم. من یه جای شما رو عوض کنم که بتونید ببینید قشنگ که چه اتفاقی میفته. خب اکثرا فکر میکنم باید اینجا رو سوراخ بکنم، ولی دوستان شما باید بذار من یه فوکوس بکنم روی این نقطه. شما باید اینجا یه قفل رو سوراخ بکنید که ساچمه‌های بالا از این پایین بریزه بیرون، توپی حذف بشه و قابلیت چرخشو داشته باشه. خب میریم ما هم دیگه سوراخش کنیم. فقط مراقب باشید متتون توی قفل نشکنه که اون موقع خیلی درد سر میشه. مغزی ما جاش سفت نیست و این اتفاق براش میفته. من یکم ببرم پایین تر ببندمش. این نورم رو درست کنم جاشو. خب به ساچمه که میرسه این اتفاق میفته چون این وسط برآمدگی ایجاد میشه، یا همون به اصطلاح دقیقا صد میشه سر راه متتون. این وسط ها نباید وایست، بعد متتون همینجوری که میزنید یه ضرب تا انتها برید. الان یه دونه فنرش اومده بیرون. این ساچمه دوم ساچمه سوم ساچمه چهارم این هم ساچمه پنجم. خب حالا اینجا اگر مته رو عوض کنیم، یه مته بزرگتر ببندیم و دوباره همین سوراخ رو یه مقدار گشادترش کنیم خیلی بهتره. صافش کنم، آخرم این رینگ لایت افتاد. بذارم رینگ لایت رو بذارم بالا. این گیره من یه مقدار پایینه، روی پایه که رینگ لایت رو نصب میکنم خیلی میاد بالا و درست نمیتونید ببینید. به خاطر مجبور شدم رینگ لایت رو از تو پایه جدا کنم و بذارم بالای گوشی. خب
بذارید یه بار داخل قفل نشونتون بدم. ببینید ساچمه اومده بیرون، ولی چون یه مقدار سوراخ کوچیکه الان نمیتونم ساچمه همون تو بکشم بیرون، به خاطر همین سوراخ پایین باید یه مقدار گشاده‌تر بشه که ساچمه جا داشته باشن، واسه اینکه همون سوراخ بیان بیرون و بتونیم بالا رو خالی کنیم تا توپی راحت بچرخه. خب حالا میریم واسه اینکه یه مدسه بزرگتر برداریم و یک بار دیگه سوراخش کنیم. این مدسه اصلا تیزیستش. قشنگ بتونه کارو در بیاره. اینو بازم تا آخر میرید. ببینید ساچمه اومد بیرون. اسم من داره ساچمه رو میخوره. دقت کنید همین این چرخید. این هست. حالا دوباره بیاد این رو برو. الان همونطوری که میبینید میخواییم بریم ساچماشو در بیاریم. حالا چجوری؟ ما یکی دوتا سیم در میداریم. سیمتون اگه سرکج مثل این باشه خیلی بهتره. ساچمای این بالا رو هل میدیم پایین و این پایین فنر رو ساچمه ها رو که اون تو هستن این وینگ لایت رو در ازیت رو میکنه. فنر ساچمایی که اون تو گیر کردن رو میکشیم بیرون و قف شروع میکنه به صورت هرز چرخیدن. اون تو دیگه هیچ ساچمه‌ای وجود نداره. الان هم که دیدید ساچمه بیرون نریخ، به خاطر اینکه مته بزرگ بود کل ساچمه ها رو کل فنرا رو این مته خورد و داغون کرد و تو همون جوری که داشتیم سوراخ میکردیم میداد بیرون. الان اگر دقت کنید یه نه پیشگوشتی دو سو میندازیم اینجا و به یه سمت همینطوری بازی میکنیم، چون دیگه ساچمه دومی وجود نداره، ساچمه اولی وجود نداره، فنری وجود نداره و قفل خالی خالیه و وقتی قفل خالی باشه به این صورت راحت میچرخه و دیگه به جایی یا ساچمه گیر نمیکنه و راحت میتونید در رو پاس کنید. حالا برای اینکه این اتفاق نیفته باید چیکار کنید؟ یه سری مغزی رو
وجود دارن؟ زیدم بیارمش. یک سری از مغزی ها هستن، حالا این به طور مثال مارکل لیگونه. این مارکل لیگونه خیلی هم جنس خوب و ترتمیز و عالی داره. حالا فرق این با اون چیه؟ چرا اینا نمیشه دریل زد؟ یه دونه خار فولادی این جلو وجود داره، خب همین توسیه که میبینید استیله فولادیه، یعنی رنگش استیله. این سه تا سر از اینجا تا اینجا اومده که اینجا دریل بخوره، هیچ مته‌ای روی این کار نمیکنه و فقط مته‌ها شکسته میشه و ساچمه اول خیلی از جلوتر شروع میشه و 1, 2, 3, 4, 5, 6 تام ساچمه داره. اینا 5 تا دارن، خیلی کیفیت خوبی داره. موقع خرید مغزی حتما به این نکات دقت کنید که حالا میبندید روی در، سوراخ هم نتونن بکنن مغزیتونو و امنیت خیلی خوبی رو از مغزی بگیرید. خیلی مختصرم، امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه و لذت برده باشین. اگر مغزی برای در خونه برای هر جا خواستید ضد سرقت کنید، میتونید به آیدی اینستا که زیر همین پست توی دیسکریپشن تگ کردم وارد بشید. اسم حالا چنل اگرم واردش نشد، اسم چنل کلید سازه با دو تا زد آخرش و میتونید هماهنگ کنید یا براتون گفت بفرستیم اگر تهران نباشید، یا اگر تهران نباشید میتونید خودمون برای خدمات برسیم خدمتتون. خیلی مخلصم، تا یه ویدیو دیگه خدا سلامت باشید. راستی اگر این موضوع خوشت میاد حتما چنل رو سابسکرایب کن، ویدیو لایک کن، ایده سوال یا نظری هم داری واسم کامنت بذار. خدافظ.